ته چیرته ګورې؟ آسمانونه لټې؟ په آسمانو کې په څه پسې ګرځې؟ بازان ګورې؟ پرندگان ګورې؟ خو دلته زه کوم پرنده نه وینم. کنه ستا سترګې تر ډېر تر لرې ځای پرې کار کوي. ته کولی شې چې کله کره لرې ځای زوم هم کړې که نه؟ خو ته آسمان څه کوې؟ همدغه پارک ته وګوره څومره ښکلی شوی دی. هر فصل ځانته یو خاص ښایستوالی لري. ګوره پسرلی کې هم څومره دا پارکونه ښکلي کېږي، ټول شان څومره ښکلي شنه کېږي، او د مني په فصل کې هم که چېرته چې شنګیاوي هم هغه ځای ډېر ښایسته کېږي، هغه په دې خاطر چې د ونې پاڼې ټول په مځکه باندې رژېږي او یو ډېره شاعرانه فضا جوړوي. په داسې فضا کې که شاعر ناست یې شعر به یې راشي، که لیکوال ناست یې نو ډېر ښه شی به ولیکي، او که سندره جوړوونکی ناست یې نو سندره به جوړه کړي، سندره به ووایي. خو زه ته به څه وکړو؟ زه ته به باید په داسې فضا کې دوستانو ته یو ډېر ښه پروګرام باید جوړ کړو که نه؟ کوم پروګرام دی؟ ښه زه به ووایم. دې پروګرام نوم دی مهمان یار. دا مې ستا د خاطرو ونه ویلې، دا مې د دوستانو د خاطرو ویله. نو تصاویر مې ولیده او په پارک مو اوته ډېر ښه ساعت مو هم تېر شو، ډېر ښه هوا هم و، لږ څه باران هم ورېدلی و، ډېر ښه خوند یې وکړ. اوس به نو پروګرام شروع کړو که نه؟ سمه ده. نو دې خوا ته ودرېږه، زه به د دوستانو سره سلام علیکي وکړم. مخامخ به د دوستانو سره سلام علیکي وکړم. اخوا ته تللی سې؟ ته لاړ شه چې زه دې وګورم. مخ نو ماته راواړه، بلې خواته مه ګوره. همدلته سلام ورکوم دوستانو ته. د تلو ټلویزیون ډېرو محترمو لیدونکو، د مهمان یار د خپرنې مینهوالو سلام دی پر تاسو وي. خدای دې وکړي چې روغ او رمټ اوسئ. زه م خپل تاسو ته خپل سلامونه وایم، او کامرا م خپل سلامونه تاسو ته وایي، او زه هم ډېر خوشحاله یم چې له تاسو سره یم. کامرا م ډېره خوشحاله ده چې بیا هم د مهمان یار خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. بیا هم د جمعې شپه ده، او بیا هم په ښار بازار کې نام خود دومره بیروبار دی، د موټرونو غږ خو اوري، ټول ارنونه وهي، ټول غواړي چې ډېر ژر یو کور ته ورسېږي او د میلمه په توګه هلته لاړ سي. نو بیا هم په دې خپرونه کې موږ به لاړ شو د خپل یو یار کره به میلمه شو. مهمان یار. سکه ته سکه احتیاط احتیاط کوه چې د ټولو فکر دې خراب کړي، د ټولو سر همداسې پر ګرځي. ته سلام درکوي، ټول پر ټولو باندې ته څومره ګران یې که نه؟ او د ټولو ډېر خوښ هم یې ته. دا ډېره ښه خبره ده چې زما ملګری د خلکو خوښ دی. څومره نام خدا بیروبار دی، څومره زیات موټرونه دي، دا ولې دومره بیروبار دی؟ په دې خاطر چې دوی ټول د یارانو کور ته میلمه ځي. نو داسې یو کار به وکړو، یو موټر به ودروو او د هغوی نه به پوښتنه وکړو چې هغوی چېرته ځي. سمه ده. اتمن ملمسیات خوزی دکه چی دجمه شپه ده. ما
جان په دې موټر کې څومره زیات بیروبار دی نامو خدا څومره په مشکل باندې ټوله ناست دی میلمستیا ته روان دي نو څنګه وکړو سلام ارامیتم سلام سلام مجیب جان صحت شما خوب تشکر میفهمین کدوم برنامه است بله برنامه مهمان است همه ما آمادگی داریم میریم طرف مهمانی بله پنه یارایتان اتان مهمانی بله یارای ما میریم بله همه ما دیگه جمع هستیم نام خدا زیاد نیستیم زیاد هستیم نام خدا زیاد هستیم مصارف به کسایی که میزبانی میکنه چطور میشه خب دیگه دبین دوستی است دیگه ایگه پا حتما دیگه دیگه یک دوست که میمان میکنه همه گیره دیگه مصرفش هم میکنه یک روز میمانی سر شما شفا میشه یک روز دیگه سر زنا بله امیر رقم است وقت نمیگیرین بفرمایین میمانی خوش برتون میخوایم با خدا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بای بای پشت سعودا برامره بودیم میفهمین کدوم برنامه است؟ برنامه مهمان یار است شما جمعه که نشر میشه؟ بله یاد دیدیم شما هم شما جمعه جای مهمان میرین؟ بله یاد او شهر جمعه رخته بودیم سلام علیکم سلام علیکم خوب هستم خیر خیر شما خوب هستم برنامه مهمان یار است و میشه شما بگوین که شما در این شب جمعه بخیر چطور برامدین بیرون و کجا رفته نیستین بخیر چکر برامدین من بتو یکان جوس یا میخوریم و بس خانه میریم اینه شما هر شب جمعه بیرون مبراین جوس خوردن بله یا بله چرا مهمانی نمیرین والا باز وقت مهمانی میریم دیگه باز وقت شکر میزنیم آه میمانی رفته رفته خسته میشه آدم دیگه مجبور است یک جمعه شه چکر بزن یک جمعه شه خانه کسی برید میمان خانه شما میمان می یا نمی؟ آه درست است چرا نمی؟ یا جرور در جانش میگیری؟ نه خیر نه میمان خود دوست خدا می باش از مهمان چه قسم میمان نوازی میکنی؟ والا میمان دیگه خوبم ترتیبات صحیح دیگه نان میکنیم چیز میکنیم میمان چه قسم باشه خوش میباشی؟ میمانم خندروی باشه بله اگه خندروی نباشه باز چی میکنی؟ خندروی نباشه خب باز ما هم کداش دیگه خفه میباشیم میگیم چی رقم میمان هست میگیم قار ششتگیز باز خموش بیخی دیگه دق میاریم امی کمره ما خب بسیار میمان خندروی است و همیشه شما دیدین که خنده میکنن امی الان یک خنده کو امی الان نمیشه یک روز میمان کنین؟ چرا نه هزار تا فوزه چیم مهمان یار مهمان یار من منتظر خودت هستم بیا دیگه مرا بی امرایت صحبت کنم انتظارت به پایان رسید و وقت رسیده که موتو هم باید خانه یار خود مهمان شویم و میفهمین موتو مهمان کی هستیم؟ آه تو میفهمی اما دوستای ما نمیفهمن اما اولی رو بگو که موتو چرا خانه یار خود مهمان میشیم بخاطر چی؟ به خاطر چای خوردن؟ نه به خاطر چای خوردن نه به خاطر ازی که خبر دوستای خود بگیریم خبر دوست خود بگیریم درست است؟ و یکان چای هم میخوریم چون کس که میمان میشه یکان چیز اگه نخوره باز نمیشه دیگه خب ما تو میریم بخیر میمان رمضان بشر دوست چهره مطرح سیاسی چهره شناخته شده سیاسی و عضو پارلمان میشیم میمان از نام میشیم و میریم با هم یک جا اگرچه شب جمعه است و بشردوست صاحب تا الان در دفتر کاری خود مصروف کارهای خود است میریم اول دفتر کاریش همینجا امرارش سلام علیکی میکنیم اردوی موتو درست است بعد از او باز اگر ما شما را اجازه داد باز میریم بخیر خانهش درست است خوشحال میریم بخیر خب اینه بخیر رسیدیم موتو داخل رفته میتونی؟ تصویر گرفته میتونین شما؟ اما داخل تاریکیست فکر میکنم شاید چشم خودت کار نخواهد کرد یک بار بیبی یک نظر اندازی کن داخل بازم تاریکی است شاید دیده نتونی بسیار به مشکل شاید دیده بتونی بسیار ببخشن بشر دوست چه بستن؟ میرم داخل میشم خیره شاید دیدام نتونی یک من که زود پس میبرایم سلام علیکم سلام علیکم خوب هستم فامیل خوب هستم خوش آمدین دوستای کشتی پردی کامره ما
کامران این سلام داد اشاره کرد. سلام بگم خوش آمدید کامران جان. خب همینجا فعلا کامران شکایت میکنه میگه ما دیده نمیتونم اینجا بسیار تاریک است. میگن باید زود بیرون برایم. بله شکایتشون وارد است به خاطر که نشان میده که آقای کرزای بسیار موفق بوده در طول 5 سال حکومتش که حتی در پارک شارنا و خیمه ملت خانه یک وکیل هم برق نداره. پس میریم در روشنی کاملا از برق طبیعی از برق خداوندی است. خداوند مهربان است در افغانستان که معمولا روزهای آفتابی برش بیشتر عطا کرده. شما فرمایید. نه نه شما. من خواهش می‌کنم. هیچ ممکن مهمان است. فرمایید. خواهش می‌کنم. حال دیگه چشمت روشن شد؟ داخل بسیار تاریکی بود. درست؟ خب بشر دوست به برنامه مهمان یار است و ما و کامران خواستیم که این بار مهمان شما شویم. اگر شما راضی باشین که با هم خانه تان بریم. برای ما افتخار است که شما آمدین مهمان ما میشین. با ما تلفن کردن، ما خبرم نداشتیم. تقریبا یک ساعت قبل تلفن کردن که شما میایین و خوشبختانه که علاوه بر خیمه ما یک اتاق معسلی را کرایه کردیم. شما میتونین او را برین ببینین، مهمان ما باشین. اما پیش از پیش من خبر میکنم که چای نداریم، آب جوش است و در خدمت شماست. خیر، اما نان و پیاز پشانی باز باشه خوب هست. 100% از این تلفن از تلفن کردن مرا خبر نکرده بودی. چی وقت تلفن کردی؟ تو تلفن کرده بودی؟ خب اینا چی هست؟ اینا معمولا طرح قانون هستن که ما تقریبا 5-6 تا طرح قانون به ولسی جرگه پیشنهاد کردیم در رابطه با معاش مامورین، معاش تنقیص شدگان، متقاعدین، اجیران، معلولین، معیوبین. پیشنهاد ما این بود که معاشات حداقل از 7000 شروع شود تا 30000. امروز بعضی مقامات دولتی ما 40000 دلار مانه میگیره، وکلا 55000 میگیره. ما میخواستیم که این پایین بیاد به حداقل 30000 و معاش کسایی که با ماکولش 2500 میگیرن، 400 افغانی ماهانه میگیرن، معلولین ما، معیوبین ما، بازماندهای شهدا، اینا به 7000 بالا بره. مثلا این مثال است و این طرح قانون است که حکومت معمولا فرستاده برای ما. این دوسیه دیگه، این دوسیه چهار که میبینی، این اسناد و مدارک سری دولت است که کسانی را که دزدی میکنن، رشوت میگیرن، این را در اختیار ما قرار میدن. این دوسیه سبز که میبینین معمولا مطبوعاتی که من میگیرم، روزنامه را میخوانم و مسائل مهم و خلاصش اونجا یادداشت میگیرم. این هم کتابچه آدرس است، کتابچه است که ملاقات و چیزها را ما چی میکنیم. این هم کتابچه مطبوعات است، کتابچه آدرس های تلفن و مردم. این هم قانون اساسی افغانستان است. بسیار خوب بشه دوست سید، نام خدا پیش من هستیم. یک شوخی اگر کنم، نام خدا تمام دوستی افغانستان شما جمع کردین. فکر میکنم که بعضی وطندارا، وطن دوستا که محبت دارن، سعی میکنن که اسناد دختار ما قرار بدن، چون اونا مطمئن هستن که اگه امروز افراد آقای کرزای محکمه نمیشن چون قدرت دارن، ممکن است یک سال بعد، دو سال بعد اینا به میز محکمه کشانده شن. بشر دوست سید، در شب جمعه در میمانی در برنامه مهمان یار اگر از سیاست صحبت نکنیم 100% متو سیاست جزء زندگی مردمی ما شده. اینا اگر سیاست مردم ما صحبت نکنن، شاید سرنوشت کشور همیشه به سوی تاریک ساخته بشه. اما ما و کامران بخیر تا آخر کوشش خواهد کردیم که سیاست رو داخل نسازیم. ما هم سعی میکنیم که در موقع چای سیاست فراموش کنیم. خب میریم بخیر. اگر شما ما در خدمت شما. مهمانای دیگر اینجا میگذارین یا اینا رو با خود نمیبرین؟ والا سلام سلام. خوب معتر داره اینا. خب شانه جور استویش هم یخ کرده. نام خدا، نام خدا. مهمان ما میشی یا نی؟ اگه مهمان ما میشی میبریم. خدا حافظ. خب آبی جان خدا حافظ. بشر دوست ها بیرقم هم نمیشه که هر کسی که در روباره ایم آمد کلگی رو ببریم. ما و کامران هم که آمدیم بس از همه خبر. فکر میکنم برای بیشتر از شما و کامران جایم در اتاقی محصلی ما نخواهد بود. مجبور هستیم که تعداد مهمان ها رو کم کنیم. هوا سرد نشده بشر دوست؟ هوا فکر میکنم سرد شده. فعلا ما عقرب هستیم، آخرین ما عقرب هستیم. صحت شما خوب، بخیر، صحتمند. تشکر، یک روز میایم چای میخوریم پیش شما. هوا سرد شده دیگه، آغاز چی شده؟ داخل خیمه مشکل نیست برتون؟ داخل خیمه سرد است، با یک بخاری گذاشتیم اما از استفاده نمی کنیم به خاطری که
یک نوع همدردی هم با هموطنان ما باشه که توان خریدن چوب نداره. ما توانش داریم اما ما سعی میکنیم که پول در اختیار دیگر را قرار بدیم. میگه سواره از حال پیاده چی خبر است؟ ما سعی میکنیم که با وجود خود درد و فقر و محرومیت مردم لمس کنیم. خب به هر حال محترم آمد میریم. این موتر ماست که مدل 91 است اگر اشتباه نکنم. قیمتش 90,000 افغانی است که ما خریدیم. ایران ما از ماش خود گرفتیم و از پولی که آقای کرزی برای وکلا و سناتورها داد، یعنی $10,000 برای هر وکیل که میداد، ما او $10,000 را نگرفتیم. مشکل ترانسپورتی شما را حل ساختن میتونیم؟ ترانسپورتی ما فکر میکنیم حل است، چون بسیار از مردم ما امیرم ندارن، یک بایسکیلم ندارن، حداقل ما ایره داریم. با توجه به اینکه ما $10,000 آقای کرزی نگرفتیم. چی عوارض میکنه تا حال چی عوارض کرده؟ خوشبختانه جواریز نکرده. با دعای هموطنان ما افغانا با لطف خداوند تا امروز کدام عوارض خاصی نداشتیم. میشه این موتر تصویر چه بگیری؟ بر دوستان نشان بده درست است؟ حتی تا سالنگم بدون عوارض رفته و آمده بود. خوب موترک نیست؟ خوب موترک نیست؟ برای تو هم یک موتر بگیرم؟ ما دیگه حتما مهم نیست که موتر کلان باشه، صرف باشه، کروزین باشه. یک موتر باشه که فقط موتور برده بتونه. و فکر میکنم اگر ما تو یک موتر داشته باشیم، شاید یام بر موتور کفایت کنه. خب بخیر، بشر دو صاحبم داخل موتر شیشت. مهمان یار بالاخره رسیدیم به خیر خانه بشردوست صاحب. اگر چه ذره مشکلات ترانسپورتی هم بود دارم. سلام مشتری صاحب. بشردوست صاحب، اینا کیا هستن؟ اینا فکر میکنم که دمی چی زندگی میکنن، دمی آپارتمان هایی که در این محل هستن. یعنی همسایه هست دیگه. همسایه ما هستن. میشنیم احتمال انشاءالله توشک و بالیش تو چیزا متاسفانه نیست. این یک فرش پلاستیک است، قالین و چیزا هم نداریم، موکیت هم نیست و نخواستیم که داشته باشیم. سعی کردیم یک زندگی بسیار عادی و ساده داشته باشیم. شما خوش اومدید. بار کم جنجال کم. بسیار عالی. بسیار چیزی که درون ماست میخواییم بیرون ما هم همونطور باشه، چیزی که بیرون ماست درون ما همونطور باشه. واقعیت ها، حقیقت ها، وقایقی که ما در رابطه با کسای دیگر میگوییم میخواییم در باری خود ما اول بگوییم. شما در میخوانی که آمدیم فقط شما را دیدیم و دروازه را خودتون کته کلی باز کردین، داخل خانه هیچ کس نیست و قبل از قبل شما خبرم نکرده بودین که حداقل ما یک پاکاری میکردیم، چون اتاق محصلی است. من همونطور که شما شاید در جیان باشین تنها زندگی میکنم، مجرد هستم. اینی اتاق خود من است، فقط کلیدش پیش خود من است، فقط تنها خود من دارم که اینجا بیام. و کارهای خانه را جمع و جارو و گپا همش مربوط شما میشه؟ کلشون به عهده من است. آشپزی، غذا، شستن لباس، پاک کردن، جارو کردن، تمامش به عهده من است. متا چیزی که خوشبختانه کار آسان کردم، اونطور که قبلا شما گفتین که زیاد چیز از پاک کردن و جمع کردن و چیزا نیست، نه قالین است، نه توشک است، نه فرشی چیز، فقط یک فرش پلاستیکی است اینجا. بعد اونجا یک کمپل است و یک کمپل برای خوابیدن. دیگر برای آشپزی معمولا غذای بسیار ساده من میخورم، اونطور که ما قبلا هم در مصاحبه تلویزیونی گفته بودیم، بهترین و لذیذترین و قیمتترین غذای من تخم مرغ است که معمولا کرایی افغانی، نه کرایی پشاوری.
که جور میکنیم، چون بعضی کسا فکر کرد که ما کرای پیشاوری دوست داریم که مهمان میکردن، کرای پیشاوری با یک عالم گوشت درست میکردن، بعد ما تعجب میکردیم. غذای بسیار ساده، زندگی بسیار ساده، بی درد و بی مشکل. خب ما میگن سوالاتی دارم و کامرا میگن سوالاتی پیش خودش هست، اگر چی خودش پرسان کردن نمیتونه، باز بجای کامرا می سوالا رو من پرسان میکنم. خب مهم سرزی که سر موضوع میمانی میایم، شما باشه دوست به شوای جمعه میمانی میرین جاتر یایی که میمان خانه تان میه، میشه در مورد میمانی صحبت کنه؟ معمولا در رابطه با میمانی من یک پرنسیب دارم که همیشه خود در غم افغان ها و در شادی افغان ها شریک میدانم، بنابراین بخصوص وقتی که شادی است افغان ها دعوت میکنن، هیچ وقت من از خود سوال نمی کنم که دعوت کی کرده، در کجا هست، کدام خانه است، چی میدهن، چی هدف است. فقط وقتی کسی دعوت میکنه به عنوان یک اعضای فامیل خود من قبول میکنم و خوشبختانه افغان های عادت دارن که ما را در غم و شادی در عروسیشان شریک میکنن. هیچگاه من کدام دعوتی را به هیچ دلیلی نخواستم جواب منفی بگویم و برای من یک افتخار است که بتانیم در سفره هموطنهای خود از اقوام مختلف، مذاهب مختلف، ادیان مختلف، حتی سین و طبقه و قشر و مختلف بشینیم، در این حال که یک لقمه نان میخوریم با هم صحبت کنیم از مشکلات خود، از شادی های خود، از امید های خود، از آرزوهای خود و اینکه چگونه ما میتونیم از وضع زندگی فقرانه و مشکلات مردم حل کنیم. بخاطر که بسیار وقتا وقتی جای مهمان هستی اولین مشکلش که متوجه میشی برق نیست، آب نیست و ما بسیار خوشحال هستیم که در غم و شادی افغان ها شریک باشیم. ما هیچ وقت دعوت که افغان کرده چی در عروسی چی در فاتحه هیچ وقت رد نکردیم، همیشه رفتیم و کمرا بسیار علاقمند چای است و امید لحظه یک خواهش کرد که خود بشر دوست صاحب اگر بر ما یک پیاله چای آماده بسازه، میریم آشپزخانه تون و اونجا قسام میکنیم و شما چای آماده بسازین. با کمال افتخار متای چیزی که من به کامری شما باید بگویم که تا امروز در زندگی خود من کسی را ناامید نساختم، اما امروز فکر میکنم مجبوراً کامری شما ناامید خواهد شد، بخاطر این که ما چای نداریم و خود من معمولاً چای استفاده نمیکنم، آب جوش همیشه استفاده میکنیم. از یک طرف کم مصرف است، از یک طرف میگه برای صحت خوب است و ما با کمال افتخار میریم در آشپزخانه که نیست، اما جز دالیز یک بخشی است، یک کنجکی است که بود به آشپزخانه تخصیص داده شده، من بر اونها آب جوش میدیم، بعد اونو پیالام شسته است میاریم. باش که پرسانش کنم که آب جوش می نوشه یا نه؟ آب جوش می نوشی؟ یک کم بوره اگرش پرتیم نشتی تو؟ متاسفانه بورم نداریم، ما هیچ وقت استفاده نمی کنیم، بورم نداریم، اگر می بود هزار دفعه. چرا؟ باش که پرسان دیگه کنم؟ خب چای جوش می نوشی؟ اگر یک کم نمک داشت پرتیم چطور؟ از اید یک چند تا کلچه مانده، او را اگه برش بیاریم شاید که خوش شوه. اید دیگه بدون کلچه نمیشه. از ایدی مبارک شریف کلچه یک تعداد کلچه هست، او را بیاریم که حداقل دان شیرین شوه، چون نه چای است و نه بوره است. نه چان سورد نمو خدا چان سورد دیگه بال دیگه بسیار خوش شد. نیتی میمان ما پاک است. برق نیست. برق نیست. آبجوش. چای هم نیست. آبجوش زیاد میخوریم کم. چقدر آبجوش میگه مینوشی؟ کم یا زیاد؟ یک پیاله، دو پیاله. پیالام خورده سینا. اون رو پیاله است. عجله داری یا یکی؟ عجله داری؟ عجله داری. کمی بیشتر کنیم که زودتر. وال به خاطر اینکه می کمری ما خسته نشه تا وقتی که چای آماده میشه، بشر دوست کدام فکایی اگر بایدتان باشه، کدام فکایی که شما دوست دارین، کدام فکا؟ متاسفانه فعلا که به یاد ما هیچ گونه فکایی نمیاد، معمولا من زیاد علاقه دارم که بشنوم فکایی ها را و خوش متاسفانه خود من فکایی اصلا فکرم یادم ندارم که برای شما بگویم. بایدتان نیسته؟ با یادم نیست متاسفانه. پس اگر اجازه تون باشه من یک فکایی میگم بسیار کوتاه. من بسیار خوشحال میشم. خوشحال میشم که بشنم. میگویند یک گشنه بود و گفتن که دو دوره که جمع کنیم چند تا میشه؟ گفت 4 تا نان میشه.
اگر فعلا برای کمره بگیم دو جمع دو چند میشه، حتما میگه که چهار تا چای دیگه. چای هم که نیست، دو آب جوش در اختیارش قرار دادم میشه. کامره کلچه میگره یا برای شما چیکنم اینو؟ بسیار زیاد دوست داره سر خودشون. بخص که کلچه ایدی از ایدم هست، از اید مانده یک نوع تبرک هم هست. اگر کامره را صلاح کنیم یا نکنیم بدون اجازه میگن فقط کلچه و چیزا را میگیرن مجرم میکنه. بشار دوست قسمی که باش من یک سوال بسیار مهم هستم، این سوال پرسان میکنم باز بعدا کامره شاید داره میگه نا وقت هست. من سوال باش که کلچه هم نگرفتن، چایش هم چیز چای که نیست، آب جوش هم استفاده نکردن و ما هم نگذاشتن که استفاده کنیم تقریبا. خب بریم، وقت تمام شده. خب درست هست. خب بشار دوست بال دیگه اگر ما را اجازه بتیم ما دیگه میریم، بخاطر اینکه وقت تمام شده و میره کامره شرک. متاسفانه وقت بسیار کم بود، خوش آمدین، بسیار علاقه گرفتیم و در آخر ما یک تحفه هم برای کامره شما میدهیم. لونگی است که در عروسی یکی از دوستا سه چهار شب قبل گذاشته بود و چون خاصیت من است که وقت یک تحفه را نگاه نمی کنم، بهترین موقعیت است که را برای کامره به عنوان تحفه تقدیم کنیم و امید است که دوباره خوش بیاین. اگر کلچه نگرفتن هم میتونن چند تا بگیرن در جیب خود کنن، ما خوشحال میشیم. خب واقعا بسیار تحفه خوب است، خودت خود نمیتونی که لونگی رو بسته کنی اما صاحب کامره میتونه. کمکش میکنیم انشاءالله میتونه بسته کنه. بسیار خوب.